سلام، خوش اومدید به این قسمت از درس زبانشناسی. Phrase Structure Rules. ما میخواییم قواعد ساخت سازه‌ای رو بررسی بکنیم. گفتیم جمله از سازه‌هایی ساخته شده و این سازه‌ها خودشون دارای ساختاری هستند و این قواعد مربوط به این سازه‌ها و ساختارها رو می‌خوایم بررسی بکنیم. اصل مطلب اینه که ما یه تعداد قواعد محدود داریم. اینها رو بلدیم، تو ذهنمون هست این قواعد، و بر اساس این قواعد محدود بی نهایت جمله می سازیم. این خلاقیت زبان انسان هست. با مواد اولیه خیلی محدود و کم قبلن هم راجع به این صحبت کردیم، گفتیم صداها محدود هستند. شما خیلی راحت میتونید بشمارید چند تا صدا در زبان داریم، ولی این صداها ترکیب میشن با هم دیگه، بی نهایت ترکیب میسازن، بی نهایت جمله میسازند، و این جمله سازی ها و ترکیب ها و ساخت ها همه تحت قواعد هستند. اون قواعد هم محدوده. ما یه چند تا قاعده مشخص داریم تو ذهنمون، اینها رو بلدیم و اون صداهای زبان رو هم داریم. طبق اون قواعد این صداها رو با هم ترکیب میکنیم و بی نهایت جمله میسازیم. حالا قواعد مربوط به ساخت جمله و ساخت سازه های جمله خیلی محدود است. چند تا قاعده است خیلی راحت، الان من تو یه اسلاید همشون رو نشون میدم. با این البته همشون نه، بیشترشون. با این قواعد ما میتونیم بی نهایت جمله بسازیم. خب، قاعده اول: جمله از گروه اسمی و گروه فعلی ساخته شده. یعنی یک MP با یک VP با جمع بشه، یک S یا sentence رو بسازه. و این قاعده رو به این صورت نشون میدیم، یعنی S از MP و VP ساخته شده. خب حالا MP و VP سازه هستند، خود اینها از چی تشکیل شدند؟ خب میاییم بررسی میکنیم. MP از یک determiner، adjective و noun ساخته شده. چون حالا اینجا با ساختار انگلیسی سر و کار داریم، اینا هم دیگه انگلیسی هست. کتاب یول به جای determiner article به کار برده، ولی فرانکن، رادمن و هایمز determiner به کار بردن. determiner شامل آرتیکل هم میشه، یعنی وقتی ما میگیم determiner آرتیکل هم توش هست، ولی علاوه بر اون عناصر دیگری که در این جایگاه میتونن به کار برن ولی آرتیکل نیستند، اونا رو هم شامل میشه. مثلا ما این اگر بک باشه میتونیم با مای یه گروه اسمی بسازیم، بشه چی؟ My book. میتونیم بگیم that book. اینجا my و that article نیستن ولی determiner هستن. اگه بگیم the book article هست، در این حال determiner هم هست. پس طبق اون چیزی که در فرانکن، رادمن و هایمز داریم، ما determiner رو انتخاب میکنیم. ولی این رو دقت کنید که یول
آرتیکل به کار برده. خب این یک روش ساخت گروه اسمی هست. قاعده دیگر اینه که این MP که ما داریم جمله رو ساخته یک ضمیر هست، pronoun هست، مثلا he، مثل it. قاعده سوم، MP ممکنه یک اسم خاص باشه، proper name باشه، مثل جان، مثل مری. پس برای ساختن این MP با سه حالت داریم، سه تا قاعده مختلف، ولی این سه تا رو میشه یک جا جمع کرد. وقتی یک جا جمع میکنیم از این نشانه ها استفاده میکنیم، این آکولات وقتی به کار میبریم، معنیش اینه که عناصری که این تو هستند هر بار فقط یکیش قابل انتخاب هست، دوتا با هم نمیتونیم انتخاب بکنیم، در آن واحد یکی قابل انتخاب هست. یعنی در آن واحد ممکنه MP determiner and adjective n باشه، این رو نگفتم، عنصری رو که داخل پرانتز قرار میدیم یعنی اختیاری هست، ممکنه باشه در ساختار، ممکنه نباشه. حالا صفت ممکنه باشه، ما بتونیم مثلا بگیم the good book، a good book، ممکنه نباشه بشه a book، the book. پس این اختیاری است. خب این یه حالت. حالت دوم اینه که pronoun رو انتخاب کنیم، حالت سوم proper noun رو. پس این سه تا قاعده الان اینجا خلاصه شد در یک قاعده. پس از اینجا اگه شروع کنیم، قاعده اولمون میشه جمله از MP و VP تشکیل شده. این MP ممکنه یکی از این سه حالت رو داشته باشه. این قاعده ها در اینجا خلاصه شد. راه دیگر نشون دادن این ساختار اینه که اینها رو زیر هم بنویسیم و باز رسم قاعده بر اینه که اینجا هر بار یکی از اینها قابل انتخاب هست، یکی از این سطرها رو انتخاب میکنیم. پس این سه قاعده یا به این صورت یا به این صورت جمع میشه در یک جا. معمولا برای تایپ کردن این راحت تره، چون همه در یه ردیف قرار میگیرن، ولی از این همگاهی استفاده میکنیم که میتونه نموداری باشه. خب عنصر جمله از گروه اسمی و گروه فعلی تشکیل شده. گروه اسمی رو گفتیم چجوری ساخته میشه. حالا میاییم سراغ گروه فعلی. گروه فعلی هم یک عنصر اصلی داره که فعل هست، حتما باید باشه. عناصر بعدی اختیاری هستند، ممکنه باشند، ممکنه نباشند. مثلا یه وقت میگیم John left، John arrived. فقط یک فعل داریم و جمله من هم کامل هست. این حالت اول، هیچ کدوم از این پرانتز ها انتخاب نشده، ولی ممکنه به جای left John bought باشه، فعلمون بشه bought، John bought a book. خب این MP اول ظاهر شد، به کار رفت. پس این حالت دوم از گروه فعلی هست. حالا فعلمون اگر باشه John gave، خب اون موقع باید دو تا MP داشته باشه. John gave the book to Mary or John gave Mary a book. این هم حالت بعد. حالت بعدی اینه که این جمله که S هست، این هم بیاد درون گروه فعلی ما باشه.
خب اگر اس باشه دوباره در اینجا این ساختار تکرار میشه، یعنی این اس هم برای خودش MPVP خواهد داشت و اون MPVP باز به همین صورت طبق قاعده گسترش پیدا خواهند کرد. یه همچی حالتی رو میگیم ساختار بازگشتی، recursive structure. یه ساختار درون خودش تکرار میشه و هی این قابل تکرار هست. حالا این S داریم که از MPVP تشکیل شده، VP همین S هم میتونه درون خودش دوباره S داشته باشه و این به همین صورت بازگشتی یا چرخشی هی عمل میکنه، ساختار بزرگتر میشه. این یکی از خصوصیات زبان انسان هست. همه ی زبانهای انسانی اون خصوصیت رو دارن، میتونن ساختاری رو درون ساختار دیگه به کار ببرن و این حالت بازگشتی یا ریکرسیو ایجاد بشه. خب در این VP MP ها رو میدونیم ساختارش چیه، S هم که ساختارش رو میدونیم، حالا یه عنصر جدید اینجا معرفی شد PP. خب ساختار این هم لازمه، PP هم از یک preposition و MP تشکیل شده. دیگه ساختار این MP رو هم میدونیم. حالا ببینید با این قواعد کم محدود که در یک اسلاید ما جا دادیم، ما میتونیم بی نهایت جمله بسازیم. البته قواعد اینجا تکمیل نشده، عناصر دیگه ای هستن، ولی اینها مهمترینشون هستن و اوناییه که تو کتابتون اومده و ما هم سلایدش کردیم. این میشه قواعد ساخت سازه‌ای که بر این اساس ما جمله رو میسازیم. این که گفتم این اس درون اس دیگه اومده و خودشم باز یه اس دیگه میتونه داشته باشه، این حالت بازگشتی رو گفتیم recursiveness یا recursion یا حالت چرخشی و بازگشتی، و این رو هم گفتیم که این یونیورسال هست، همگانی هست، همه زبانهای انسانی این خصوصیت رو دارن. حالا این خصوصیت رو در سلاید بعدی میبینیم. اینجا مثال هایی از اون بازگشت یا recursion یا recursiveness میبینیم. I know that he is a student. خب ما اینجا یه جمله بزرگی داریم که با مرز قرمز نشون داده شده، S گفتیم اسمشو. I know that he is a student این یک جمله هست، ولی درون این جمله he is a student وجود داره که این هم خودش یک جمله هست، پس یک جمله درون جمله دیگه. حالا این رو باز میتونیم ادامه بدیم که درون این جمله هم باز یک جمله دیگه قرار بدیم. I know that he is the student who dropped the course. خب کلش با این مرز قرمز یک جمله. But he is the student who dropped the course. یه جمله دیگه با مرز زرد. درون این who dropped the course با مرز سفید یک جمله. پس ما الان جمله بزرگتر داریم، S1 و S2 رو داریم. همینطور میشه ادامه داد. از نظر تئوری این قابل بحث هست، منتها در عمل ما خب محدودیت داریم، خیلی این صورت طولانی صحبت نمی کنیم، جمله ها رو میتونیم کوتاه کوتاه بکنیم تا شنونده هم دقیق بفهمه چی میگیم.
ولی خب این رو میاییم. I know that he is the student who dropped the course that he didn't like. این دفعه that he didn't like رو اضافه کردیم. این هم یک جمله و این همون حالت recursion یا بازگشت رو داره نشون میده. ساختاری در اون ساختار دیگه تکرار شده هست. منتها در این جمله ها ما that رو گذاشته بودیم کنار، اینجا that رو گذاشتیم داخل یک جمله برای اینکه that در واقع مفعول این like هست. اگه اصلش رو نگاه بکنیم he didn't like that و that موصولی. خب اگر این باشه و he didn't like رو یا به این صورت that he's a student رو در نظر بگیریم، این that رو هم با این یک جا بگیریم، میبینیم که that he's a student در واقع بزرگتر از یک جمله هست. جملهش he's a student جمله هست، به این جمله یه چیزی اضافه شده، پس اون چیزی که حاصل شده بزرگتر از یک جمله هست. حالا این رو بعداً راجع به اکسپار سنتکس اگه صحبت کنیم میبینید که این رو میگیم اسبار، که این اسبار یه بار داره یه خط داره که این خط نشون میده که یه درجه بالاتر از جمله هست و این تشکیل شده از یک that و یک جمله همراه اون که that رو حالا اسم گذاری میکنیم. اسمش complementizer هست و complementizer رو مخفف میکنیم به comp، پس میتونیم حالا ساختار این جمله رو به این صورت بنویسیم کامپ برای این شاخه و در این شاخه هم ما اس رو داریم، یعنی یه ساختاری داریم حالا اسمشو گذاشتیم اس بار که از کامپ و اس تشکیل شده. این هم شد recursion. حالا همینجا باز یه استراحتی بکنیم، برمیگردیم دنباله مطلب.